با عرض سلام و احترام، سهیل هستم با سری آموزش های کاملا رایگان شبکه ویدوز اکس. امروز 24 دسامبر سال 2018 میلادی برابر با 3 دی ماه سال 1397 جلسه دوم از آموزش زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس رو با هم شروع میکنیم. در این جلسه من قصد دارم مقداری کار بر روی رشته ها رو به شما توضیح بدم و همچنین روش ترسیم مثلث قائم و زاویه رو در سی پلاس پلاس به صورت ترسیمی بهتون آموزش بدم. خب کد بلاکس رو باز میکنم. پروژه‌ای که جلسه قبل ایجاد کرده بودم استفاده نمی کنم. برای این جلسه میخوام فقط یک فایل جدا ایجاد بکنم. پس میام قسمت فایل، نیو فایل، امپتی فایل سی پلاس پلاس، دقت بفرمایید، امپتی فایل سی پلاس پلاس، گو، نکست، مسیر بهش میدم. به اونجایی که میخوام فایل جلسه دو رو ایجاد کنم مسیر بهش میدم. خب میگم همین مسیر پروگرامینگ ویدیو سی پلاس پلاس و نام فایلمو میذارم چون جلسه دومه لسن 2 با پسفند سی پی پی. دوستان من دقت بفرمایید، نامگذاری ها رو دقت کنید، چون من جلسه دوم هستم گذاشتم لسن 2. حالا ممکن بود در یک جای دیگه یک نام دیگه ای بدم. در نتیجه سعی میکنیم نام رو متناسب با کاری که داره انجام میده انتخاب کنیم. خب سیو میکنم، به پروژه اضافه نمی کنم، پس این تیک رو نمی زنم، فینش. الان آماده است ما کدامونو بنویسیم. غالب کلی برنامه های سی پلاس پلاس الان من می نویسم، اون که حالت کلی داره. در جلسه قبل یادمون هست من گفتم در 99% موارد باید یک فایل رو ابتدا به ساکن اینکلود کنیم داخل برنامه. اینکلود میکنیم با دستور پریپروسسور دایرکتیو. اجازه بدید من اینو یکم بزرگ کنم. خب دستور پیش پردازنده رو می نویسم، میگم include. بله include خودش آورد، دقت کنید include. پس یه تب می زنم، وقتی روش رفتم تب می زنم می نویسه. چی رو include می کنم؟ میگم فایل IO stream رو برای من include کن داخل برنامه. تو جلسه قبل گفتم بابت چی هستش IO stream. بله تب می زنم. بعد از اینکه آی او استریم رو اینکلود کردم داخل برنامه، باید کتابخونه استاندارد STD رو هم به برنامه اضافه کنم. پس میگم چی؟ میگم using namespace. بله STD. من چجوری اینو مینویسم دقت کنید، مینویسم using، خودش میاره دیگه، انتابهش رو تایپ نمی کنم، فقط تپ میزنم. namespace رو نگاه کنید، مینویسم name رو که نوشم namespace رو آورد، درسته؟ namespace آبور، من فقط تپ میزنم خودش تایپ میکنه STD. اوکی انتهای دستورات در سی پلاس پلاس باید به سیمکالن ختم میشه. خب پس اینکلود کردم آیو استریمو، کتابخونه استاندارد STD رو به برنامه اضافه کردم. الان میدونم که هر برنامه سی پلاس پلاس باید تابعی به نام main داشته باشه، پس تابع main رو می‌نویسم. می‌نویسم int main، بلاکش رو ایجاد کنم، باید بلاکش رو ایجاد کنم، یعنی اونجایی که باید قطعه کدش رو بنویسم، کدهای تابع رو می‌خوام بنویسم یا اسکوپش رو من باید الان مشخص کنم. اینجوری چیکار کردم؟ من فقط شیفت رو گرفتم، آکولاد نگه زدم، آکولاد بازو خودش آکولاد بسته رو برای من تایپ کرد. حالا میگم مقدار بازگشتی به تابه رو هم اول می نویسم، میگم ریترن کن مقدار چی رو، صفر رو، صفر رو برمیگردونم تا بگم تابه داره کارش رو درست انجام میده. اوکی حالا بریم ادامه کار. من میخوام در این جلسه یه رشته همینجوری در خروجی تایپ چاپ کنم، یه رشته. جلسه قبل گفتم وقتی میخوام در خروجی چیزی رو چاپ کنیم از دستور console out cout off cout استفاده میکنم، میگم cout کن چی، در خروجی چاپ کن،
یه رشته رو. رشته رو گفتم باید داخل احسن کوتنشن بذاریم. میگم چی؟ یه رشته بده. مثلا welcome to C++ programming. اوکی. و سمیکالن. در خروجی چاپ کن این رشته رو. درست شد؟ خب الان من build and run میکنم. نگاه کنید build and run. بله این رو برای من داخل خروجی آورد. welcome to C++ programming. قبول داریم اینو؟ welcome to C++ programming. خب پس از این الان میام یک رشته دیگر رو میخوام چاپ کنم. cout. وقتی میگم یک رشته دیگه یعنی که cout رو بنویس، عملگرش رو بنویس، ببره داخل خروجی، رشته رو داخل کوتیشن مارک بذار. چی بنویسم؟ میگم که I like this programming language. اوکی من این زبان برنامه نویسی رو دوست دارم. خب پس تو خط اول این رو باید چاپ کنه، بعد این رو باید چاپ کنه. درسته؟ نگاه کنیم build and run. این که همه رو پشت سر هم چاپ کرد. خب باید هم پشت سر هم چاپ کنه. در جلسه قبل یادتون هست جلسه اول من چیکار کردم؟ گفتم کامپایلر رو دقت کنید ببینید چیکار میکنه. کامپایلر اصلا چیه؟ من خیلی خیلی ساده و عامیانه بهتون بگم. شما زمانی که کدهای C++ رو مینویسید، یعنی اینه نوشتید، اون کسی که باید بیاد این رو بررسی بکنه بفرسته برای خروجی، کار کامپایلر هستش. یعنی بررسی تمام برنامه شما کار کامپایلره. نکنید من به ساده ترین زبان گفتم که بسیار هم ناقصه، چون اصلا نمیخوام الان بحث کامپایلر رو پیش بکشم. بحث کامپایلر در جلسات آینده. خب کامپایلر گفتم همیشه اجرای برنامه از تابع مینه. میاد اینجا، میاد دستور سیاوت رو نگاه میکنه، میگه سیاوت یعنی که یه دستوری که باید یه چیزی رو بفرستم تو خروجی. سیاوت یعنی کنسول آت. با این عملگر میخوام یه چیزی رو بفرستم تو خروجی. چیو؟ این رشته رو. وقتی به انتهای این رشته میرسه، یعنی به انتهای جی میرسه، میبینه رشته تموم شده و دستورم تموم شده. از کجا میفهمه کامپایلر؟ از گوی این سمیکالن میفهمه دیگه دستور تموم شده، هیچ دستور دیگه ای نیست. تو خروجی نگاه کنید وقتی میرسه به جی، این کرسر وقتی میرسه به جی همونجا میمونه. تو خروجی ها همینجا میمونه این کرسر، هیچ جا دیگه نمیره. ولی کامپایلر خودش میاد خط بعد، میگه من یک دستور سیاوت دیگه دارم. این دستور سیاوت میگه باید اینو چاپ کنی. اینو میاد ادامه این چاپ میکنه. باز داره میگم شما نگید چون داخل برنامه این سیاوت ها زیر هم نوشته شده اینا باید بیاد زیر هم. نه، جلسه قبل توضیح دادم کامپایلر به دستور نگاه میکنه، نه اینکه اینا چجوری زیر هم نوشته شدن. به دستور نگاه میکنه، دستورات رو میبینه، توابع رو میبینه. میگه این دستور سیاد، میگه فقط یه چیزی ببر داخل خروجی. من هیچ دستوری ندیدم که برو خط بعد. دستور این که به من صادر بشه برو خط بعد اینجا اصلا وجود نداره. جلسه قبل گفتم اون دستور چیه اگر یادتون باشه، که باید یادتون باشه. آفرین. اون دستور end line. دقیقا با دستور end line دیگه کرسر وقتی که اینجا اینو چاپ کرد دیگه همونجا سر جی نمیمونه، میره خط بعد منتظر میمونه. نگاه کنیم آره
یک بار دیگه تمیز براتون توضیح میدم، دقت کنید دوستان من. کامپایلر اینجاست، میگه برو داخل خروجی، برو توی خروجی برای من نمایش بده این رشته رو، پس رشته رو نمایش میده. میرسه به جی، وقتی میرسه به جی میگه خب من سیمیکالن نمیبینم که این خط تموم شده باشه. دوباره میگه برو خروجی، نگاه کنید، برو خروجی. چی داره میگه؟ میگه یه دستور دیگه هست. دستور چیه؟ برو خط بعد. نکنید اندلاین یعنی برو خط بعد. پس کرسر اینجا بود، الان میاد میره خط بعد، اینجا با میسته، اینجا چشمک میزنه، هی چشمک میزنه، چشمک مثل همین چشمک میزنه و میسته. خب کامپایلر خودش میاد میره اینجا، اصلا به این ربطی نداره ها. کامپایلر میاد میره اینجا، میگه یه دستور دیگه داریم، دستور دوباره در خروجی چاپ کن با این عملگر چیو، اینو. وقتی اینو چاپ کرد، نما کنید اینو بس میاد چاپ میکنه، چرا؟ چون چشمک زن اینجا بود، اینو چاپ میکنه. وقتی اینو چاپ کرد میبینه هیچ دستوری دیگه بعد از این وجود نداره بغیر از سیمیکالن، یعنی این خط دیگه تموم شد، یعنی چشمک زن باید کجا باشه؟ اینجا برای اجرا. حالا نگید چرا اینجاست، اصلا به این کاری نداشته باشید، اون چشمک زنی که کار اینو انجام میده الان اینجاست. اوکی؟ خب حالا یه دستور دیگه، سیاوت داخل خروجی تایپ کن، میگم Are you ready؟ آماده اید؟ برای چی؟ برای یادگیری همین زبان مثلا. Are you ready؟ انتهای دستور با سمیکالن، درسته؟ پس نوشتم Are you ready؟ الان به نظر شما این باید چجوری چاپ بشه؟ اینو دیگه من اجرا نکنم، شما به من بگید، باید تجزیه تحلیلش کنید. میگه کامپایلر میاد اینجا، سی اوتو میبینه، میگه Welcome to C++، اینو برای من چاپ میکنه، بعد میره همینجوری جلوتر، میگه اه دوباره برو خروجی. این عملگر یعنی که برو دوباره تو خروجی همونجا باش. یه دستور داره، دستور end L، یعنی برو خط بعد. پس وقتی اینو چاپ کرد میاد میره خط بعد تو خروجی ها، میره خط بعد اونجا منتظر وامیست تا یه چیز دیگه بیاد. کامپایلر میاد میره خودش خط بعد، چرا؟ چون اینجا دیگه تموم شده کارش، وقتی به سمیکالن میرسه یعنی تمومه، برو خط بعد. میگه دوباره یه چیزو باید تو خروجی برای من چاپ کنی، چیو؟ اینو، این رو تو خط بعدش چاپ میکنه، درسته؟ کامپایلر میبینه که اینجا رسید، میره جلوتر میبینه هیچ دستوری نیست به غیر از سمیکالن، پس وقتی اینو چاپ کرد تو خروجی همینجا بعد از ای میمونه، دیگه خط بعد نمیره، چرا؟ چون دستور خط بعد نداره، در نتیجه این رو دنبال این باید چاپ کنه. غیر از اینه امتحان میکنیم با هم، میبینیم نگاه کنید، این که چاپ میشه مشکلی نیست، میاد میره خط بعد اینو چاپ میکنه تو لنگویج، بعد از این Are you ready رو چاپ میکنه. دقت کنید، چرا؟ چون من که بعد از این دیگه دستور ندادم تو برو خط بعد در خروجی، یعنی اندلاین بهش نداده بودم، درسته؟ فکر کنم دیگه اندلاین رو کامل الان متوجه شده. خب دوستان من دقت کنید، به جای دستور اندلاین دستور دیگه هم میتونید استفاده کنید که همون کار برو خط بعد رو انجام میده. من اینو برمیدارم، به جاش اینو میتونید بذارید، نگاه کنید اندلاین بیرون از رشته بود، ولی اگر بخواید این کارو بکنید باید بیاید داخل رشته، انتهای رشته این دستور رو بنویسید، backslash n. نگاه کنید دوستان من، backslash n، این دقیقا کار همون endline رو انجام میده، این کار دقیقا همون endline انجام میده. حالا نگاه کنید، نگاه کنید، کامپایلر میاد اینجا میگه برو چاپ کن در خروجی، وقتی به جی میرسه میگه آها یه بکسلش این دارم، این بکسلش این هم همون مفهوم برو خط بعد، یعنی وقتی جی رسید
برو خط بعد، اینجا واستا، واستا، همینجا واستا تا من ببینم اینجا چی داریم. حالا اگر بخوام این رایمین کارو بکنم، میگم همین. در نتیجه این ستا الان زیر هم چاپ میشه، غیر از اینه این چاپ میشه میره خط بعد، میاد اینجا، این زیر این چاپ میشه، میبینه اه یه دستور دیگه داره، یعنی برو خط بعد، خط بعد این چاپ میشه. پس الان هر ستا زیر هم چاپ میشن. نگاه کنیم، دوستان من درست شد؟ قبول داریم؟ حالا شما میگید نه میتونم ترکیبی هم استفاده کنم، یکی مثلا این یکی اون. میگم چه ایرادی داره؟ بفرمایید. نمیخواید اینو استفاده کنید، به جاش همون end line استفاده کنید، هیچ اصلا فرقی نمیکنه. کامپایلر میاد نگاه میکنه، برو تو خروجی اینو چاپ کن، این میگه برو خط بعد، میره خط بعد، دوباره برو تو خروجی چاپ کن اینو، همینجوری میره جلو، میره جلو، میره جلو، میگه دوباره برو خط بعد. انلاین یعنی برو خط بعد. وقتی رفت خط بعد، این یعنی تمام، سیمیکولن یعنی تمام، این خط کارم تمام شد. کامپایلر میگه، میاد میره خط بعد، میگه دوباره اینو چاپ کن، یعنی دوباره باید هر ستا زیر هم چاپ بشه. غیر از اینه نگاه کنیم، به همین سادگی. امیدوارم اینو متوجه شده باشید. متوجه نشدید ایراد نداره، تکرار تمرین بنویسید تا متوجه بشید. نشدید از من سوال بپرسید. خب دوستان من، الان من یک نرم افزار پینتریدی رو باز میکنم، چند لحظه اجازه بفرمایید باز بشه. نگاه کنید، من الان میخوام این مثلث رو با استفاده از سی پلاس پلاس رسم کنم، همین مثلث قائم زاویه به همین شکل. اوکی، تنها دستوری هم که الان ما یاد گرفتیم فقط سی اوته، هیچ دستور دیگه بغیر از سی اوت و اند لاین یاد نگرفتیم. بغیر از سی اوت و اند لاین هیچ دستوری من تا حالا بهتون یاد ندادم. غیر از اینه نگاه کنیم ببینیم باید چه کار انجام بدیم. نگاه کنیم، من گفتم با استفاده از دستور سی آت میتونم یک چیزی رو، رشته ای رو در خروجی نمایش بدم. رشته مجموعه ای از کرکتر هاست. نگاه کنید، مجموعه ای از کرکتر ها، یعنی کرکتر حرفی اینجا داریم، اینجا اسپیس داریم، اینجا علامت سوال داریم، اینجا نگاه کنید بک اسلش داریم، اینجا دوباره علامت علاوه داریم، مجموعه ای از کاراکترها. از کجا بفهمم؟ نگاه کنید، من الان آن اسکرین کیبورد رو که بزنم، بذارید باز بشه. خب به کیبوردتون دقت کنید، تمام اینا همین کاراکترهایی که شما میتونید اینجا استفاده کنید، همشون کاراکترهای عددی، کاراکترهای حرفی و این کاراکتر پرانتز باز بسته، استرک، امپرسان، پرسنت، همشون دلار ساین، هیچ فرقی نمیکنه، همه رو به عنوان کاراکتر میتونید اینجا استفاده کنید. خب شما میگید بله من کاراکترها رو میتونم اینجا استفاده کنم، ولی شما میگید که الان بیا برای من این مثلث من از کجا پیدا کنم اینجا. شما میگید اگر قرار از سی اوت استفاده کنید باید از این کاراکترها استفاده کنید. باشه، ولی آیا این مثلث داخل این کاراکترها هست؟ من میگم اوکی، خود مثلث که نیست، ولی کاراکترهایی رو پیدا کنید که بتونید باهاش این مثلث رو ایجاد کنید. با هم بگردیم، این زل شبیه کدوم کاراکتره؟ این زل شبیه کدوم کاراکتره؟ این قبول دارید اسلش شبیه اینه؟ قبول داریم این شبیه اینه؟ شما میگید این شبیه این هست ولی اندازش اون نیست، ایراد نداره. شما فقط بگید قبول دارید این شبیه اینه. در مورد اندازش هم حالا با هم صحبت میکنیم، پس قبول دارید. الان میگم این زل قاعده شبیه چیه؟ این شبیه کدومی که از این کاراکتر هاست؟ شما میگی این، یا این هایفن، این آندرلاین. میگم آندرلاین استفاده میکنیم نه هایفن، آندرلاین.
پس این شبیه underline، اینم پیدا شد. حالا این شبیه چیه؟ ذیل عمود بر قاعده شبیه چیه؟ این قبول دارید؟ این شبیه اینه؟ تموم شد. پس الان این رو دارم، این رو دارم، این رو دارم، یعنی کرکترهاشو من پیدا کردم. اگر من گفتم با استفاده از دستور سیاد میتونیم مجموعه کرکترها رو بفرستیم در خروجی، بعد گفتم بیا یه مثلث ساز کنیم، قرار نیست خود مثلث اینجا باشه. کرکترهاشو پیدا میکنم، ببینم کدوم زل به کدوم کرکتر میخوره، کدوم زل به کدوم کرکتر میخوره و این زل به کدوم کرکتر. کرکترها رو پیدا کردم، الان دیگه برنامه رو مینویسم. اوکی؟ خوبه. حالا شما گفتید، درستم گفتید، من صداتون رو شنیدم، گفتید که آقای صدیقی شما میگید که اسلش شبیه اینه، ولی یه اسلش اندازه این هستش که شما حالا این داره میگی. میگم باشه، یه اسلش اندازه این نیست، ولی 10 تا اسلش اندازه این میشه؟ 5 تا اسلش، 20 تا اسلش شبیه اندازه این میشه یا نمیشه؟ شما میگید آره اونجوری قبوله. و درسته که یه دونه خط عمود اندازه این نیست، ولی 10 تاش که اندازه این میشه. درسته که آندرلاین اینقدر نیست، ولی 10 تا که اندازش میشه. نمیشه؟ اوکی. ولی حالا شما میگید که 10 تا رو من چجوری به کار ببرم؟ نگاه کنید الان من میگم. این مگه اسلش نیست؟ این اسلش فرض میکنم اینقدر رو بگیره. غیر از اینه؟ یه اسلش اینقدر رو میگیره. بعد یه آندرلاین، اینجا آندرلاین میخوام تایپ کنم، مثلا 5 آندرلاین میگیره. 1 2 3 4 مثلا 5 تا. پس یه اسلش اول میذارم، مثلا 5 6 تا آندرلاین میذارم، یه دونه از این خط عمودا. همه این ستا را قبول دارید میتونم توی یه خط بنویسم؟ همه این ستا را با یه سی اوت میتونم بنویسم؟ هر سی اوت فقط یه رشته رو به این صورت میاد چاپ میکنه، درسته؟ قبول دارید که من اینو میتونم با یه سی اوت بنویسم؟ خب شما میگید باشه اینو نوشید، بقیه رو چیکار میکنیم؟ بقیه رو این میشه به اندازه یک اسلش، این میشه اسپیس، این میشه همین اسپیس 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 اسپیس، دوباره یه خط عمود. قبول دارید اینم توی یه خط دیگه میتونم بنویسم؟ شما میگید کدوم خط؟ خط بالاش. اوکی، همین جوری دوباره یه اسپیس، دوباره یه اسلش اسپیس و خط عمود، اسلش اسپیس خط عمود، تا برسیم به اینجا. یعنی من احتمال میدم مثلا با 5 تا سی اوت یا 6 تا یا 7 تا سی اوت کارم انجام بشه. برنامه رو بنویسیم، نگاه کنید، دقت بفرمایید لطفا. من می‌نویسم سی اوت. خب این یه سی اوت، دوباره می‌نویسم سی اوت، کپی پیست نکنید، من نمیام این کپی نمی‌کنم، پیست نمی‌کنم. دستور رو لطفا بنویسید، سی اوت دوباره سی اوت. اوکی، دوباره سی اوت. اوکی، دوباره سی اوت. دوستان کپی پیست نکنید، بذارید دستتون روون بشه. لطفاً کپی پیست به هیچ عنوان نکنید، بذارید دستتون با کیبورد کار کنه، با ذهنتون هماهنگ بشه، این مهمه. خب من مثلا الان بنزه 5 تا سی اوت زدم، 6 تا سی اوت زدم، یه دونه دیگه میزنم مینویسم. خب پس چند تا؟ مثلا 6 7 سی اوت زدم. چرا این کارو کردم؟ دقت کنید، اینجا رو نگاه کنید، من میخوام سی اوت اول این قسمت رو، سی اوت دوم این قسمت رو باش بنویسم، همین جوری بنویسم تا برم بالا. حالا شما ممکنه این سوال از من بپرسید، آقای صدیقی چرا برنامه رو میخواید از اینجا بنویسید؟ چرا سی اوت ها رو اینجوری میخواید بنویسید بیاید بالا؟ این میشه روش حل این مسئله، که همون الگوریتم مسئله است، که مهمترین قسمت مسئله است. من به این نتیجه رسیدم که اگر بخوام این مثلث رو رسم کنم، از اینجا رسم کنم بهتره. شما ممکنه بگید از اینجا من رسم کردم خیلی بهتر شد، ایراد نداره. کد بلاکس رو دارید،
این رو نصب کردید، انجام بدید، به منم یاد بدید. یکی دیگه میاد میگه من از اینجا نصب کردم، خیلی بهتر بود. یکی میگه من از اینجا شروع کردم برنامه رو بنوشتن. یکی میگه از اینجا نوشتم، خیلی بهتر حل شد. آقای صدیقی میگم اوکی، موردی نداره، فقط بنویسید منم نگاه کنم. خیلی خوبه ها، باید این کارو بکنید. من داره از اینجا انجام میدم، شما فقط به من نگاه نکنید، جاهای مختلف رو امتحان کنید تا متوجه بشید بهترین راه حل کدوم راه حله. نگاه کنید، نوشتن این کد یه قسمت قضیه است، اینکه از کجا شروع کنید مهمه. باید اینو کار کنید لطفاً، باید. خب پس من الان میام قسمت پایین اینو می نویسم، یه اسلش نیاز دارم، underline و یک بکسل و یک خط عمود. خط عمود قبول داریم الان این قسمت و فقط هم همین قدر بیشتر به من نتونست بده. اینو قبول داریم، یعنی من با یه سیو بیشتر از این نتونستم کاری انجام بدم. حالا تو خطای بعدی هر چی شما اینجا رسم بکنید داخل قرو جمع میاد. پس تو خط بعدی میام اینو یه دونه جلو. مگه این زل نباید به همین صورت بره بالا؟ مگه مثلث اینجوری نیست؟ خب به خاطر همین من یک فاصله دادم، اینو پشتش داره تایپ میکنم، یعنی موازی فاصله 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 و خط عمود. بقیه هم به همین صورت. نگاه کنید، میخوام شکل مثلث اینجا در بیارم. عذرخواهی میکنم. شما هم همین کار رو بکنید، دقیقا با شکل مثلث در بیارید. همین. احتمالا دو تای دیگه نیاز دارم یا سه تای دیگه. می نویسم، ایراد نداره، هر چی هست. میگم دوباره در سی آت نگاه کنید، الان نیاز رو داره می نویسم و یک سی آت دیگه می خواهم تا اون مثلث من شکل بگیره دیگه. ببینم بازم می خواهد. حالا همین دوتا رو امتحان می کنم ببینم به چه صورت میشه. نگاه کنید، یکی دیگه میخواد آخرش سیاد و اصفایی میکنم. اوکی، این مثلث الان درست شد. من از اینجا شروع کردم، باز داره عرض میکنم من از اینجا شروع کردم و انتظاری که از شما دارم خودتون از جاهای دیگه شروع کنید. یکی میگه من از این بالا شروع میکنم، یکی میگه من از اینجا، یکی میگه من از اینجا، یکی میگه من از اینجا. خودتون باید جاهای مختلف رو امتحان کنید، فقط کاری که من کردم رو انجام ندید. اگر قرار برنامه نویسی یاد بگیرید باید این کار رو انجام بدید. اوکی، الان فکر میکنید همیشه درست است؟ شما فکر میکنید الان ما برنامه رو نوشتیم، الان برنامه نوشته شده فکر می‌کنید؟ یعنی الان این باید داخل خروجی چاپ بشه؟ دقت کنید لطفاً، قبل از اینکه من ران کنم برنامه رو اجرا بگیرم خروجی بگیرم نگاه کنید. الان فکر می‌کنید همه چی درسته؟ اوکی، میگید درسته دیگه، من که حرفی ندارم بزنم. بریم ببینیم. به به، عجب مثالی هست، عجب آش شول قلم کاری به من داد. این دیگه چه مثلثی دوستان؟ این چه مثلثی الان؟ اگه گفتید دلیلش چیه باید الان دیگه به من بگید. باید. آفرین. دستور سی اوت، وقتی من می نویسم دستور سی اوت رو میگم برو در خروجی چاپ کن. چیو؟ نگاه کنید رشته رو، کل اینو میاد چاپ میکنه ها. بذارید اینو ببندم. کل این رشته رو میاد چاپ میکنه، یعنی تمام این به عبارت دیگه اسپیس ها رو چاپ میکنه به علاوه این. کامپایلر وقتی میرسه اینجا میبینه دیگه هیچی نیست، میرسه به چی؟ این علامت به عبارت دیگه سمیکالون، میگه این خط تموم شد، همینجا میمونه.
تو خروجی همینجا میمونه، نمیره خط بعد. در نتیجه خط بعد وقتی کامپایلر اومده اینجا، این رو میاد ادامه این چاپ میکنه، اینم میره ادامه همون، اینم میره ادامه همون. چرا؟ چون من هیچ وقت بهش دستور ندادم تو اینو چاپ کردی برو خط بعد. تا این نره خط بعد چطور میتونه این مثلث تشکیل بشه؟ مثلث یعنی این رو چاپ کن برو خط بعد، این رو چاپ کن برو خط بعد. در صورتی که نگاه کنید، الان من ران بگیرم، دقت کنید، فقط دقت کنید، اینجا رو نگاه کنید، کل اینو نگاه کنید، از بعد از علامت سوال. تازه اینجا هم چون اند لاین نذاشتم، اینو آورده جلوی این چاپ کرده. میبینید Are you ready رو نگاه کنید، چون اینجا نگفتم برو خط بعد، دستور اند لاین اینجا ندادم، این رو هم دقیقا آورده، اینا رو آورده جلوی این. حالا اومده اینجا کل این رو نگاه کن، کل این اسپیس رو آورده با این اینجا چاپ کرده. قبول دارید اینو؟ این کل همین اسپیس با این. کرسر اینجا مونده، کرسر تو خروجی اینجا مونده، ولی کامپایلر رفته خط بعد، میاد خط بعد میگه برو اینو دوباره چاپ کن. کجا؟ کرسر کجاست؟ همینجور میاد اینو دوباره چاپ میکنه. نگاه کنید، دوباره کرسر همینجاست، کامپایلر میره خط بعد، میگه دوباره اینو چاپ کن، میاد اینو چاپ میکنه. همینجوری همه رو پشت سر هم داره چاپ میکنه. دلیلش هم خودتون بهتر میدونید. چرا؟ چون اگر قراره این بره خط بعد چاپ بشه، خط بعد چاپ بشه، باید دستور چی بهش بدم؟ 100% شما اینو میدونید. End line برای تک تک بهشون end line بزنید. دقت کردید؟ به همین سادگیه، اصلا دقیقا به همین سادگی، هیچی نیست. درست؟ میدونم که متوجه شدید. متوجه هم نشده باشید، باید درستید، این جزء باید هاست. چند بار نگاه کنید، متوجه نشدید، من حتما براتون توضیح میدم. یعنی باید بیاد کامنت بذارید، بگید مثلا اینجا چجوری شد که اینجوری شد. آخری هم نذاشتید، نذاشتید. اوکی؟ نگاه کنید، دوباره اجرا میکنم. خب، البته باز اشتباه کردم ها. چرا؟ چون اولی میاد اینجا، دومی اندلاین داره. یعنی کل اینم باید یه اندلاین این تهش بزنم. اینم اندلاین بزنم دیگه الان درست میشه. یعنی همه دیگه میاد زیر هم. دقت بفرمایید. آفرین. نگاه کنید. این آیا همین مثلث من هست؟ این ستا که میاد چاپ میشه، هیچی. دقت کنید. بذارید من دونه دونه براتون توضیح بدم. کامل متوجه بشید. کامپایلر کجا میاد؟ کامپایلر میاد اینجا. گفتم نقطه شروع برنامه تابع مینه. میاد اولین دستور نگاه میکنه، میگه اولین دستور چی هست؟ اولین دستور سی اوته. میگه برو در خروجی چاپ کن. چیه؟ Welcome to C++ programming. پس اینه نگاه کنید چاپ میکنه، میرسه به آخر این رشته، میبینه یک دستوری داره، یعنی برو خط بعد. بعد از این دستور دیگه هیچی نداره. چرا؟ چون سیمیکالنه. سیمیکالن یعنی دیگه تموم، این خط تموم، پس برو خط بعد. نگاه کن، برو خط بعد، اینجا واسه تو خروجی اینجا هست، ولی کامپایلر خودش میاد اینجا. حالا دوباره میگه برو در خروجی نمایش بده این رو. وقتی به انتهای این میرسه میگه باز داریم؟ میگه آره باز داریم، دستور برو خط بعد داریم. بعد از برو خط بعد هیچ چیز دیگه نیست، یعنی تموم، برو خط بعد. اینجا با میسته کامپایلر خودش الان اینجاست، به این کاری نداشته باشید. اینی که میاد اینجا با کامپایلر فرق میکنه. کامپایلر میاد اینجا میگه دوباره برو در خروجی اینو نمایش بده، نمایش میده، میگه باز داریم؟ وقتی نمایش بده میگه بله. چی؟ برو خط بعد، برو خط بعد. نگاه کنید الان چشمک زن اینجاست، نگاه کنید اینجاست. خب میاد میره خط بعد،
میگه دوباره برو در خروجی نمایش بده چیو، کل اینو نگاه کنید، کل اینو یعنی بین کوتنش مارک رو هرچی هست نمایش بده ها. به خاطر همینه نگاه کنید کل این، میبینید اینو، میبینید کل اینو باید نمایش بده. وقتی اینجا رسید میگه برو خط بعد، میاد میره خط بعد، وامیسه اینجا، وامیسه کامپایلر خودش میاد اینجا، دوباره اینو چاپ میکنه، چاپ کرد به اینجا رسید، میگه برو خط بعد، دوباره چاپ کن، برو خط بعد، چاپ کن خط بعد، چاپ کن خط بعد، همینجوری تا آخر چاپ میکنه، میاد میره اینجا، اینو چاپ میکنه، دیگه خط بعد نمیره. یعنی همینجا سلام کرسر، به این کاری نداشته باشید، کرسر اینجا سلام. به همین سادگی این چاپ شد. اوکی؟ من واقعا نمیدونم آیا ساده ترم از اینم اگر بشه توضیح داد، واقعا من توضیح میدم دیگه، من نمیدونم چجور با ساده تر از این توضیح بدم. امیدوارم روش استفاده از به عبارت دیگه end line رو یاد گرفته باشید. این که من گفتم میخوام مثلث رو چاپ کنم، هیچ کرکتری اینجا نبود که من به جاش مثلث رو بذارم، قبوله، هیچ کرکتری نیست، هیچ کرکتری اینجا نیست، یعنی شبیه مثلث نیست، ولی کرکترهای مشابه اینو پیدا کردم، گفتم اسلش به جای این، اندرسکور به جای این و خط عمود به جای این، از این استفاده کردم. از طرف دیگه شما گفتید که هر کدوم از این کرکترها که به اندازه این زل نیست، این کرکتر که به اندازه این زل نیست و اندرسکور که به اندازه این زل نیست، گفتم باشه، نباید هم اندازش باشه، وقتی به اندازه نیست من میام یکی به اندازه نمیشه، میام 10 تا استفاده میکنم، این یه دونه نمیشه 5 تا میشه، این یه دونه نمیشه 8 تا میشه مثلا. اوکی، ولی چجوری اومدم استفاده کردم؟ هر کدوم از اینا رو اومدم داخل یه سیاق نوشتم، من اومدم از پایین برنامه رو نوشتم، دقت کنید، از پایین. روش حل مسئله من اینجوری بود که از اینجا شروع کنم. شما ببینید آیا روش بهتری میتونید پیدا کنید یا نه، جاهای مختلف رو امتحان کنید، باید امتحان کنید، امتحان کنید، نه باید امتحان کنید تا دستتون راه بیفته. فقط کاری که من کردم بهش بسنده نکنید، نگاه نکنید، باید دستتون رو کیبورد بره، امتحان باید بکنید، دست باید با مغز هماهنگ بشه. من تو تمام زبان‌های برنامه‌نویسی داره بارها تکرار میکنم، دست باید با مغزتون هماهنگ بشه، باید. اوکی، امیدوارم این جلسه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. باید تمرین کنید دوستان من، هیچی نیست، باور کنید هیچی نیست. شما الان میگید که انلاین نذارم، چیز دیگه میتونم بذارم؟ میگم باشه نذار عزیز من، بهتون همین الان یاد دادم به جای این انلاین برو داخل خودش اینو بذار. شما میگید الان اینم دقیقا همونو میده، نگاه کنیم ببینیم میده یا نمیده، من که نمیدونم، همونو داد غیر از اینو نگه، یعنی این دستور با همون انلاین برابره دیگه، گفتم که همینجا. اوکی، تمرین، تمرین و تکرار، بزنید عقب، بزنید جلو، ببینید من چی گفتم، اینا رو تمرین کنید لطفا، بعد میخواید یاد بگیرید بعد تمرین کنید. اوکی، امیدوارم این جلسه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا جلسه بعد شما رو به خداوند بزرگ می سپارم.